الصلاة والسلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. مژده دل که مسیحا نفسی می آید که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش زده ام فالی و فریاد رسی می آید. تبریک عرض می کنیم ایام میلاد با سعادت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمت رهبر بزرگوار انقلاب، همه شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام و شما بزرگوارهایی که در جلسه حضور دارید، خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد این ایام رو بر همه ما مبارک و میمون بگردانه. هدی به پیشگاه مطهرش صلوات دیگری عنایت بفرمایید. نیمه شعبان هم شبش هم روزش هم ایام به هر حال دوروبر این روز، روز بسیار عظیمی هستش. روایات عجیبی در رابطه با این شب وجود داره، شب نیمه شعبان. البته روز نیمه شعبان معمولا روزهای که شبهای با عظمتی داره، اون روز هم روز عید هم روز با عظمتی هستش. در یه روایتی از امام صادق علیه السلام هست که هیچ بچه‌ای شب نیمه شعبان به دنیا نمیاد در کل عالم، شرق و غرب عالم، مگر اینکه به برکت اون شب مؤمن خواهد بود و خداوند متعال او رو به دارالاسلام میرسونه. در یه روایت دیگری از امام صادق علیه السلام هست، اینا خیلی قابل توجهه، که فرمود شب نیمه شعبان برای ما اهل بیت به منزله شب قدر برای رسول الله هستش. یعنی خداوند متعال که شب قدر رو تو ماه مبارک رمضان برای رسول خدا قرار داده، شب نیمه شعبان برای ما فرزندان رسول خدا به منزله شب قدر برای اوست. همونجور که شب قدر شب نزول قرآن بر رسول خدا بود، شب نیمه شعبان هم شب میلاد باطن و حقیقت قرآن امام زمان صلوات الله علیه هستش. همونجور که شب قدر شبی است که سرنوشت ها و تقدیر ها رقم میخوره تا یک سال برای بندگان خدا، شب نیمه شعبان هم شب مولود، شب میلاد کسی است که سرنوشت بشریت باهاش رقم میخوره، سرنوشت بشریت باهاش رقم میخوره. لذا داره که در شب نیمه شعبان وقتی عمه امام عسکری علیه السلام حضرت حکیم خاتون کنار مادر مکرمه امام زمان هنگام زایمان کنار نرجس خاتون بودن، میگه من اضطرابی به هم دست داد. امام عسکری علیه السلام فرمودن عمه جان سوره قدر رو بخون. در همون سحرگاه شب نیمه شعبان سال 255 هجری موقع میلاد امام زمان علیه السلام این اضطراب به من دست داد. امام عسکری فرمودن که عمه جان سوره قدر رو بخون. میگه من شروع کردم سوره قدر رو خوندن، انا انزلنا رو خوندن، فعجابن الجنین من بطنها یقرع مثل ما اقرع. دیدم که اون جنین مبارک وجود مقدس هست ولی است در شکم مادر شروع کرد همون جور که من سوره قدر رو میخوندم، شروع کرد سوره قدر رو خوندن. فعجابن الجنین من بطنها یقرع مثل ما اقرع، شروع کرد خوندن همین سوره قدر رو. به هر حال شب قدر و به منزله شب قدری است برای اهل بیت علیهم السلام و سرنوشت بشریت در مثل همچین ایامی تعیین میشه. بسیار با عظمت که باز امام باقر فرمود که خداوند متعال قسم خورده که در این شب هیچ سائلی و حاجتمندی رو محروم بر نگردونه. خیلی باید مراقب این جور ایام باشه. در رابطه با وجود مقدس امام زمان علیه السلام هم خیلی شنیدیم، هم خیلی شنیده های بیشتری هست که به هر حال باید بشنویم و بسیار بیش از اینها اون چیزی است که نمیدونیم که به هر حال باید خداوند متعال لطفی بکنه و در رابطه با حضرت معرفت بیشتری بتونیم پیدا بکنیم.
من یه نکته فقط به نظرم رسید که امشب خدمتتون عرض بکنم و در رابطه با این ایامی که در آستانش هستیم، و اون این هستش که شما میدونید عقیده به امام زمان به عنوان منجی و موعود یه عقیده ایست که مشترک بین همه ادیان و مذاهب هست. یکی از باورهای مشترک همه ادیان و مذاهب این عقیده به موعوده. تمام مکاتب و مذاهب دینی و حتی بعضی از مکاتب غیر الهی منجی و موعود آخر الزمان رو قبول دارن. به تعبیری این عقیده جز و عقاید فطری بشره، یعنی تمام انسان‌ها به خاطر اینکه به هر حال فطرتاً آزادی رو، امنیت رو، صلح رو، عدالت رو، این جور چیزها رو دوست دارن و میل و کشش و عشقشون به اینها هست، بنابراین امید دارن که موعود و منجی خواهد آمد که این مسائل رو، امنیت رو، آزادی رو، آسایش رو، آرامش رو، عدالت رو به خصوص و صلح رو محقق خواهد کرد. این جزء عقاید مشترک همه ادیان هستش، تردیدی توش نیست. البته این رو من عرض بکنم که تو بین تمام ادیان و مذاهب مکتب اهل بیت و تشیع یه ویژگی خیلی منحصر به فردی داره که عقیدش نسبت به مهدویت دو تا فرق اساسی با سایر از ادیان و مکاتب داره. اون دو فرق اساسی اینه که اولا طبق اون منابعی که اهل بیت در اختیار ما گذاشتن، ما حدود 300 آیه راجع به ولیعصر علیه السلام در قرآن داریم و نزدیک 6000 روایت. عنایت بفرمایید چی عرض کردم؟ حدود 300 آیه و بیش از 6000 روایت که از آیت الله آیه صافی تو این کتاب منتخب الاثرش بسیاری از این روایات رو اونجا جمع‌آوری کرده از شیعه و سنی. بنابراین دیدگاه ما نسبت به مسئله مهدویت خیلی شفافتر، روشنتر، واضحتر، خیلی دیدگاهی هستش که مشخصه. یکی از تفاوت‌هایی که ماها با سایر ادیان و مذاهب داریم اینه که دیدگاه اونا نسبت به منجی و موعود آخر الزمان خیلی با افسانه ها و اسطوره ها قاطی شده، ولی ماها به خاطر این منابع غنی که داریم، به خاطر این مدارکی که از قرآن و اهل بیت در اختیار داریم، خیلی دیدگاه‌های معقول و منطقی و روشنی داریم. از جمله اینکه ما مسئله مهدویت رو در راستای سیر انا الیه راجعون، در راستای سیر قیامت تحلیل می‌کنیم. هیچ مکتبی به این عمقی که ما تحلیل می‌کنیم مسئله مهدویت رو اینچنین تحلیل نکرده. ببینید ما عقیدمون اینه که مسئله مهدویت یعنی عصر ظهور امام زمان یه پله از پله‌هایی است که مردم به سمت قیامت دارن میرن، یعنی در عرصه قیامت که خداوند متعال عدالت محض رو گسترش خواهد داد، اونجا که به احدی ظلم نمیشه، حق محض هست و ذره بطلان تو قیامت راه نداره، عدل محض و حق محض تو قیامت. پروردگار عالم از سر لطف و تفضل برای اینکه بندگانش آمادگی پیدا کنند برای اون عرصه با عظمت قیامت، دو مرحله مقدماتی قرار داد، عصر ظهور و بعدش رجعت، که تو این دو مرحله مردم با عدالت و حق عادت بکنن، زندگی که تا حالا خیلی شاید توش ظلم بوده، سالها و قرنها به ظلم خو گرفتن، کم کم بیان بیرون و یه زندگی عدالت محور و حق محوری پیدا بکنن تو عصر ظهور، و بعد پله بعدی رجعت که ما اعتقاد داریم رجعت ائمه بعد از عصر ظهور خواهد بود، بعد از این دو پله مقدماتی قیامت که مردم آمادگی زندگی حق مدارانه و زندگی عدل محور رو پیدا میکنن، چون تحمل عدالت کار سختیه. حرف زدن راجع به عدالت خیلی قشنگه، اما زیر بار عدالت رفتن و عدالت رو تحمل کردن خیلی کار مشکلی هست. این همون ضرب المثل معروفی هستش که میگن مرگ خوبه ولی برای همسایه. عدل خوبه، اما موقع خود آدم که میشه میخوان عدل رو راجع به آدم پیاده بکنم، این آدم زیر بار نمیره. عدل خوبه ولی میخواد خودش آدم زیر بار بره سخته. خب وقت عرصه قیامت که عدل محضه، خیلی سخته اگر یه مرتبه برپا بشه مردم آمادگی قبلی نداشته باشن. خداوند متعال از سر تفضل دو پله مقدماتی قبلش درست کرد برای بندگانش، عصر ظهور
و بعد رجعت. لذا تو روایات اهل بیت خیلی روایت زیبایی است، یکی دوتا هم نیست، خیلی ما روایت داریم از امام صادق، از امام باقر، از ائمه، که خداوند متعال ایام اللهش سه روزه، ایام الله ثلاثه، سه روز هست که خدا ظهور خاص الخاص کرده برای بندگانش. سه روز، یکی روز ظهور هست که چون اسم مقدس امام زمان علیه السلام هست که مستحب به ایستادن من نمیبرم، یکی روز ظهور که یکی از ایام الله خاصه، دوم یوم الرجعه و سوم یوم القیامه. این سه روز به عنوان ایام الله خاص که خدا ظهور خاص الخاص و جلوه ویژه خواهد داشت بر بندگانش، این سه روز معرفی شده. رابطه این سه روز هم عرض کردم خدمتون، اینا مقدماتی هستن با همدیگه مرتبط تا قیامت که خدا جلوه کنه، عدل خدا و حق خدا. این تحلیلی است که فقط مکتب شیعه در اوتو مسئله مهدویت داره، که مسئله مهدویت یکی از مراحل سیر انا الیه راجعونه، مراحل تکامل بشری است. و دومین ویژگی که ما داریم شیعه و مکتب اهل بیت و معارف اهل بیت راجع به مسئله مهدویت داره، و البته بعضی از اهل سنت هم، اما اکثر اهل سنت و دیگه سایر ادیان و مکاتب، مسیحیت، یهودیت، سایر ادیان و مکاتب دیگه ندارن، اینه که ما حضرت ولی عصر علیه السلام منجی و موعود آخر الزمان رو زنده میدونیم. میگیم الان هست، الان حیه، موجوده. موعود فقط موعود نیست، موجودم هست. اما بقیه ادیان و مذاهب اونا قائل هستن که منجی هنوز به دنیا نیومده، منجی هنوز به دنیا نیومده، در آخر الزمان اون موقعی که بستر فراهم بشه و زمینهاش فراهم بشه متولد تازه میشود. ولی ما رو همون اعتقادی که زمین خالی از حجت نباید باشه، رو همون اعتقادی که زمین خالی از واسطه فیض نیست، معتقدیم که وجود مقدس موعود زنده است، حی، حاضر، در بین ماها زندگی میکنه با همین جسم فیزیکیش. به تعبیر امام صادق یتردد و بینهم، بین خود مردم تردد میکنه، و یمشی فی اسواقهم، تو بازاراتون را میره، یتا او فروشهم، رو فرشاتون قدم میگذاره، یعنی تو مجالستون میاد. توی روایت هست تسلم علی الجماعه، میاد بهتون سلام میده، و تسمع الکلام، حرفاتونو میشنوه. توی روایت دیگری هستش که با حزن و غم شیعیانش محزون میشه، با شادی شیعیانش شاد میشه. تو دعای ندبه میخونید به نفسی انتم مغیب لم یخلم انا، جانم فدای اون غائبی که خالی از ما و دور از ما نیست، در بین خود ماست. صبح به صبح تو دعای عهد باهاش عهد میبندیم. ببینید چقدر وجود، وجود ملموس و عینی و نزدیکیه، یه وجود دور، یه وجود فقط آرمانی نیست، یه وجود ملموس و عینیست تو زندگی ما. که باز تو روایت هست وقتی حضرت تشریف میارن همه میگن ما دیده بودیم ایشون رو، همه میگن ما ایشون رو دیده بودیم، ولی خب نمیشناختیم. یرونه ولا یعرفونه، میبیننش ولی نمیشناسنش. خب ببینید عقیده شیعه نسبت به موعود و منجی اینقدر گرمه، اینقدر ملموس و عینیه، دور نیست. گفت یار نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. یار نزدیکتر از من به من است، خیلی نزدیک. پروفسور کوربن که فرانسوی بود و با مرحوم علامه طباطبایی خیلی به هر حال نشست و برخاست های علمی داشت، آدم عالمی هم بود، آخرش هم شیعه شد ایشون و مسلمان شد و کتاب های خوبی هم نوشته. ایشون یه جمله‌ای داره که تنها مکتبی که رابطه بین زمین و آسمان رو هنوز برقرار کرده مکتب اهل بیت، تنها مکتبی که رابطه بین زمین و آسمان رو میگه برقراره. عین السبب المتصل بین الارض و السماء، مکتب اهل بیت هستش. اون وقت شما نگاه بکنید این دیدگاهی که ماها داریم، این دیدگاهی که شیعه به برکت معارف اهل بیت داره، میدونید اثرش چیه؟ اثر این که امام زمان رو اینقدر ملموس و نزدیک تو زندگیمون میبینیم، حداقل اولین اثرش امید و نشاطه، که شیعه هیچ موقع امیدش تبدیل به یأس نمیشه، همیشه امیدواره. ببینید مثل یه جبهه، مثل یه لشکری که فرماندهش میدونه زنده است، تو خودشونه. معمولا تو این جنگ ها
اون دشمن خیلی سعی داره حتی با شایعه هم که شده بگه فرماندهتون از بین رفت، فرماندهتون مثلا کشته شد از بین رفت، چون میدونه که شیرازه لشکر پاشیده میشه وقتی بدون فرمانده بینش نیست. اما شیعه ای که یقین داره و باور داره فرماندهش بین سربازاش هست، اون وقت یه همچین عقیده چقدر امید میده، چقدر تو کوره راه‌ها و سخت‌ترین کوره راه‌های تاریخ که فشار بر شیعه اومده، اما هیچ موقع نبریدن شیعیان، هیچ موقع امید چون از دست ندادن. در حمله مغول که قرن 8 هجری بود به ایران، میگفتن دو منطقه تو ایران خیلی مقاومت میکرد در مقابل مغول‌ها که همه جا رو از بین میبردن و آتش میکشیدن، دو منطقه تو ایران بود که مقاومت میکرد سرسختانه، یکی سربداران خراسان تو سبزوار، یکی هم شیعیانی که تو کاشان و این منطقه قم و کاشان بودن، تو این دو منطقه. با اینکه این بندگان خدا تحت تعقیب مغول‌ها بودن، فراری بودن، تو پناهگاه‌ها رفته بودن، اما تاریخ می‌نویسه که صبح‌های جمعه که می‌شد شیعیان این مناطق می‌اومدن تو بیابان بدون ترس دور هم دیگه جمع می‌شدن، با اینکه خیلی وضع خطرناک بود اما بی ترس دور هم جمع می‌شدن، فریاد می‌زدن که یا صاحب الزمان عجل علی ظهورک، یعنی آقا ما به موبند شدیم اما امیدمون قطع نشده ها، امیدمون به شماست، به موبند شدیم اما امیدمون رو از دست ندادیم. این تنها عقیده شیعه است که اینجوری تو سال 1984 میلادی، یعنی سال 63، 5 سال بعد از پیروزی انقلاب و تشکیل به اصطلاح حکومت دینی تو کشورمون، یک کنفرانسی تو تل‌آویو برگزار شد سال 63، یعنی 2-3 سال پیش یک کنفرانسی تو تل‌آویو برگزار شد که 300 نفر شیعه شناس، اسلام شناس، مستشرقین رو از دور و بر جمع کردن برای اینکه انقلاب اسلامی ایران رو شناسایی کنن و ایدئولوژی انقلاب رو، یعنی مکتب تشیع رو شناسایی کنن که شیعه چیه، شیعه چی میگه. دبیر اون کنفرانس مارتین کرامر بود، تو مقالش یه نکته ای گفت، من منظورم اینجاست که دشمنم خوب ما رو شناخته، تو اون مقالش گفت که شیعه هویتش به دو چیزه، شیعه هویتش به دو چیزه، تو طول تاریخ همیشه با یا حسین در مقابل ظلم قیام کرده، با یا مهدی امیدوارانه قیام خودش رو حفظ کرده. ببینید، با یا مهدی امید خودش رو حفظ کرده که قیام خودش رو برسونه به او، این واقعیتی است. الله صلی الله محمد این چنین نیست که زمان غیبت زمانی باشه که امام زمان علیه السلام بیکار باشه، زمانی باشه فارغ و مثلا زنگ تفریحی باشه کنار نشسته باشه. شیعه میدونه که ولو زمان غیبته، دست مقدسش پشت پرده داره کار میکنه، دست مقدسش داره پشت پرده کار میکنه. برمارم چرا من ناامید بشم، چرا ببرم، مولای من بالا سر من هست، از دل من، از دل همه خبر داره و کار داره میکنه تو این عالم. یه کسی خدمت امام صادق، اینو مرحوم مجلسی تو جلد 52 بهار نقل کرده، به نام سلیمان اعمش به امام صادق گفت آقا فایده امام غائب چیه، فایده امام غائب چیه؟ همون سوالی که ممکنه بعضیا تو ذهنشون بیاد که خب برای چی امام زنده باشه ولی غائب؟ خب بگذره خداوند متعال همون دم ظهور متولدش کنه، چرا این عمر طولانی باشه ولی غائب باشه؟ این طرف اومد این سوال رو کرد که فایده امام غائب چیه؟ این چون تو ذهنش این بود که گویی امام فقط و فقط کارش یه چیزه و اونم حکومت، تشکیل حکومت دادن، حالا هم که الان حکومت نداره پس بیکار نشسته، فکر کار امام فقط همین یه چیزه. اومد از امام صادق پرسید که فایده امام غائب چیه؟ امام صادق علیه السلام همون جمله معروف که همه تون آشنا هستید فرمود که کشمس ازا ستر هست سحاب، امام غائب مثل خورشیدی است که ابر جلوشو گرفته. خورشید وقتی یه تیک ابر بیاد جلوشو بگیره، اینجوری نیست که دیگه هیچ فایده نداشته باشه. خورشید وقتی بیاد ابر جلوشو بگیره، از پشت ابر هنوز داره چرخه حیات رو به گردش در میاره، هنوز انرژی و نور و حرارت داره به این عالم میده. و الا این چنین نیست که یه تیک ابر کلا همه فواید خورشید رو قطعش بکنه و تعطیل بکنه، داره هنوز کار خودشو انجام میده. امام علیه السلام هم همینجوره، در زمان غیبت شؤون امامت رو،
همه شؤون امامت رو، واسطه فیض بودن رو، تمام فیوضات رو از عالم بالا گرفتن و پخش کردن تو عالم پایین، همه کارا رو داره انجام میده. یک کارش فقط الان تعطیله و اون مسئله حکومت، تشکیل حکومت و دولت الان نیست. هدایت‌های باطنی، دستگیری‌ها، امدادها، همه اینا سر جاش. حضرت خضر رو شما تو قرآن همتون خوندید که با حضرت موسی وقتی که برخورد کرد، حضرت موسی دید که حضرت خضر سه تا کاراشو که تازه اون سه تا کار رو هم موسی دید، ای چه بسا دیگران نمیدیدن. من نمیخوام داستانش رو بگم، همتون آشنا هستید. کشتی سوراخ کردن رو دید و یکی یه نوجوانی رو که داشتن از یه جا با هم رد میشدن، خضر و موسی، زد کشت، این کار رو انجام داد. و یکی هم یه دیوار نیمه مخروبه رو مرمت کرد. این سه تا کار رو حضرت موسی از حضرت خضر دید، سرش رو هم نمیدونست. دید سرش رو نمیدونست، دیگران چه بسا اصلا نمیدیدن این کارا رو هم. سرش رو هم خود حضرت خضر گفت برای موسی که اون کشتی رو که سوراخ کردن مالی یه عده فقیر بیچاره بود که یه سلطان ظالمی میخواست ازشون بگیره. من یه عیب به کشتی وارد کردم که اون سلطان دست از این کشتی برداره، اون فقیر بیچاره این کشتی مال خود اونا خواهد بود، بعدن این کشتی رو تعمیر میکنن دیگه، مشکلی نیست. اون جوونی رو هم که نوجوونی رو هم که کشتم به خاطر اینکه خوف از این بود که پدر و مادرش رو مثلا چه بکنه، کافر بکنه، چی بکنه. البته اینا چیزایی است که ماموریت‌های الهی است. حضرت اسرائیل الان صدها و هزاران جان میگیره، ما چرا نمیگیم؟ یه ولی خدا یه جان گرفت دیگه، یه خضر یه جانی رو گرفت. و اون دیوار نیمه مخروبه رو هم که مرمت کردم، چون زیرش یه گنجی بود مال دو تا یتیم بود که تو اون ده بودن، من ترسیدم اگه این دیوار خراب بشه، گنج پیدا بشه، دست نااهل بیفته. این دیوار رو مرمت کردم که بعدن اون دو تا یتیم که بزرگ شدن با علائم خودشون پیدا کنن. موسی و ما فعلته عن امری، من این کار رو کردم سر خود نبود، همه ماموریت‌های الهی بود. و ما فعلته عن امری، بعدش هم رفت. خب حالا ببینید، حضرت خضر تو این عالم کارهای انجام میداد، دیگران نمیدونستن بلکه نمیدیدن، ولی خضر کارهایی رو انجام میداد به نفع مظلومین، به نفع مستضعفین، به نفع مؤمنین. وجود مقدس هست ولی از علیه السلام الان در زمان غیبت کارهایی انجام میده، دیگران بدونی که خبر داشته باشن، بدونن یا سرش رو بدونن. این وجود مقدس داره کارها رو انجام میده و ما اطلاعی ازش نداریم. بنابراین اولین اثر و مهمترین اثر این که ما وجود مقدس هست ولی اصل رو زنده و حی تو بین خودمون میبینیم و میدونیم، این امید و نشاط تو این عالم داره کار میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی رو، رضوان خدا بر ایشون، که خب اسم ایشون رو کم و بیش شنیدید. این بزرگوار گاهی موقع ها حالا یه مأموریت هایی بر دوشش از طرف ولی اصل علیه السلام قرار میگرفت که گوشی گوشه های عالم میرفت دستگیری میکرد از طرف حضرت ولیعصر. یاران امام زمان حضرت بهشون مأموریت های تو عالم میده، دارن کار میکنن. یکی از دوستان جعفر آقا میگفتش که من آلمان بودم، دانشجو بودم، درس میخوندم، یه مرتبه وارد آپارتمان اتاق خودم شدم، دیدم یه نامه ایست افتاده تو اتاق که جعفر آقا میگه فلانی، من تو فلان کوهی که نزدیک شهر آخن بود، میگه من تو فلان کوه هستم، شما بیا اونجا کارت دارم. میگه نامه رو که خوندم تعجب کردم، جعفر آقای مجتهدی تو قم، گاهی مقام اونجا مریضه، سکته کرده، یه طرف بدنش فلجه، چی تو الان آلمان چی کار میکنه؟ میگه اما میدونستم که این ولی خدا کارش و حرفش بی حساب نیست. رفتم به سمت همون کوه ایفل که به من و به اصطلاح آدرس داده بود، برف پوشیده بود اونجا و تا زانوم تو برف میرفت، سرگردون و متحیر که کجا باید برم. می همینجور که متحیر بودم، دیدم یه صدایی از بالای کوه که یه کلبه‌ای هم اون بالا بود، یه صدایی اومد، فهمیدم جعفر آقاست. رو کرد به من گفت احمد جان، اسم من، اسم همین دانشجو بود، گفت احمد جان یا علی بگو بیا بالا، یا علی بگو بیا بالا. میگم من دنبال ایشون رفتم رو همون کلبه. نزدیک که شدم دیدم یه پیرزنی است مثل پروانه داره دور این جعفر آقا میچرخه. میگه نمیفهمیدم چی.
رفتیم تو کلبه، از ما پذیرایی کرد با چایی و قهوه و اینجور چیزا پذیرایی کرد. من بهتم زده که اینجا تو این کلبه زمستونی تو دل کو جعفر آقای مجتهدی اینجا چی کار میکنه؟ این مگه آلمانی بلده؟ اصلا اینجا چجوری اومد؟ میگه همینجور که تو حالت بهت و گیجی من بودم و اون احترام فوق‌العاده اون پیرزن رو به جعفر آقا میدیدم، یه مقدار که و یه مریضی هم پسر این پیرزن که تو بستر افتاده بود نشسته بود، او رو میدیدم، به این پیرزن توی موقعیت مناسب گفتم که این آقا رو میشناسی شما از قبل؟ گفت نه. گفتم پس چطور اینقدر بهش احترام میگذاری؟ چجوری اینجوری؟ داستان چیه؟ این پیرزن گفتش که من 2-3 ماهیست که پسرم، تک پسرم، که همه کارهای منو این میکنه، من دیگه از کار افتادم، تمام کارهای منو این بچه‌م انجام میداد. 3 ماه هستش که سرطان حنجره گرفته و روز به روز حالش وخیمتر میشد. دکترهای متعددی که رفته بودیم، پزشکا گفتن که اذیتش نکنید، این دیگه به هر حال جوری نیستش که بتونه ادامه زندگی بده، تو همون کلبه آخر عمر بذارید راحت باشه. میگه من دیگه آورده بودمش تو این کلبه، فقط جلوی چشم خودم هر روز میدیدم که داره از بین میره، جلوی چشم خودم از بین رفتنش و لاغر شدنش رو داشتم میدیدم. تا اینکه این یکی 2 روز پیش میگه وقتی دیدم حالش خیلی خراب شد پسرم، توسلی کردم به حضرت مریم، مسیحی بودیم پیرزن، توسلی کردم به حضرت مریم و گفتم که خانم به هر حال بچه من رو نجات بدید. با اضطرار و با پریشانی و دردمندی توسل کردم. میگه تو خواب، تو یکی از حالتهای خواب حضرت مریم رو دیدم، باز توسل کردم. حضرت مریم فرمودن که کار دست ما نیست. گفتم خانم فرزند شما مسیح مرده زنده میکرد، بچه من که هنوز نمرده، چطور میگه کار دست ما نیست؟ حضرت مریم گفت در این زمان که شما هستی، کار دست پیغمبر آخرالزمانی، که پیغمبر آخرالزمان دختری داره به نام فاطمه، که اون دختر فرزندی داره به نام مهدی. اگر میخواید بچه شفا پیدا بکنه، این 3 اسمی که بردم، به خصوص اون آخریش رو که در این زمان زنده هست، او رو بخون. این پیرزن داشت حالا اینا رو به دانشجو میگفت. میگه من از خواب بلند شدم، با اضطرار شروع کردم این 3 اسم رو که یاد گرفته بودم از حضرت مریم، یا محمد، یا فاطمه، یا مهدی صلوات الله و سلامه علیه اجمعین. شروع کردم اینا رو به زبان جاری کردن. بعد از چند لحظه دیدم که این آقا، یعنی جعفر آقا، دیدم دم دره، دیدم در زد و وقتی وارد شدم، میگه من ابتدا فکر کردم مسیحه، به پاش افتادم. او من رو بلند کرد، گفت من خاک پای همون کسی هستم، اون 3 اسمی که نام بردی، یعنی وجود مقدس هست ولی هست، من خاک پای او هستم. بچه شما مگر مریض نیست؟ گفتم چرا؟ میگه بالای سر فرزند من، پسر من که دیگه حالش خیلی وخیم شده بود، نشست و شروع کرد چیزهایی رو، از کاری رو گفتن. بعد دیدم دستشو برد زیر کمر بچه‌م، یه اسم دیگری گفت غیر از اون 3 اسم که برده بود، یه اسم دیگری گفت. این داستان منه با این آقا که الان هستش. و بعدم بچه‌م دیدم، بعضی که اون اسم رو برد، دیدم بچه‌م یواش یواش گرفت نشست و با اینکه اصلا میل به غذا نداشت تو این چند روز گذشته، گفت مادر برام یه چیزی بردار بیار بخورم، یه مقداری گرسنه هستم. الانم براش غذا آوردم، حالش به حمد الله بهتره و حس میکنم رو به بهبودیه. میگه من جعفر آقا گفتم که آقا اون اسم چهارمی که بردی دستشون رو زیر کمر این پسر گذاشتی، اون اسم چهارم چی بود؟ گفت احمد جان با یه یا علی تمامش کردن، اهل بیت شفا دادن، با یه یا علی شفای این بچه رو گرفت. بعدش میگه ما اومدیم تمام شد دیگه، میگه قضیه تمام شد. حدود 1 سال گذشت، 1 سال تقریبا از این قضیه گذشت، یک بار دیگه جعفر آقا رو تو آلمان من دیدم. جعفر آقا گفت بیا یک سر دیگه به اون پیرزن بزنی، مأموریت من جای دیگری است، وجود مقدس حضرت ولیعصر یارانی داره که این یاران مأموریت هایی رو تو عالم دارن انجام میدن. جعفر آقا ظاهرا مأموریتی گرفته بود از آقا، گفت مأموریت من جای دیگری است، اما بیا یه سر به اون پیرزن بزنیم تو همون کلبه. میگه من و جعفر آقا رفتیم همون کلبه زمستانی اون پیرزن، دیدیم پسرش دیگه کاملا خوب شده. تا ما رو دید
اومد و این پیرزن خودش رو انداخت به پای جعفر آقا. باز جعفر آقا با شرمندگی بلندش کرد و خیلی تفقد و دلجویی ازش کرد، گفت حال پسرت چطوره؟ گفت الحمدلله کاملا خوب شده، فقط آقا اگه امکان داره اون اسمهایی رو که گفتید یه بار دیگه بگید، من میخوام مسلمان بشم. اون اسمهایی رو که گفتید یه بار دیگه برای من بگید، من میخوام مسلمان بشم. میگه جعفر آقا دیگه اسم 14 معصوم رو و 12 امام رو برد، این پیرزن و فرزندش که دیگه خودشون به دست مبارک امام زمان و به واسطه حضرت و با سببیت این جعفر آقا مسلمان به اصطلاح شفا پیدا کرده بود، این پسرشون مسلمان شدن و ما آمدیم. خب ببینید وقتی آدم یه امیدی داشته باشی که این دست مقدس بیکار نیست تو این عالم، هیچ موقع نمیبره تو زندگیش و کمم نمیاره. منتها آخرین نکته‌ای که من عرض میکنم و از همتونم عذر میخوام اینه که اثر این که امام زمان رو حی و حاضر تو بین خودمون میبینیم، هم امید و نشاط و هم یه مسئولیت سنگین. یعنی وجود مقدس منتظر منتظر ما هم هست، هم منتظر هم منتظر. او که آماده است، از طرف حضرت که کم نی نقصی نی، او آماده است، منتظره که این طرف چه بکنه، منتظره که این طرف چه بکنه. بنابراین ما باید بیایم یه آمادگی های درست بکنیم، به خصوص این معارف غنی که شیعه داره حیفه که فقط تو ذهنش تو دلش بمونه، تو عینیت زندگیش وارد نشه. ببینید برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، یکی از آسیب‌های دیدگاه ما نسبت به مسئله مهدویت، یکی از آفت‌ها اینه که ما این معارف غنی 300 تا آیه 6000 تا روایت و امثال این مطالب رو داریم، اما اینا تو ذهنمون مونده یا تو عاطفه و قلبمون به صورت محبت مونده، تو عینیت زندگیمون، تو عینیت زندگیمون اونچنان که باید و شاید وارد نشده. مهدویت باید تو زندگیمون وارد بشه، یعنی به تعبیر دیگه با امام زمان زندگی کنیم یا امام زمانی زندگی بکنیم. تا اون وقت آمادگی آمدن امام زمان علیه السلام تو جمع پیدا بشه. وجود مقدس هست ولی از علیه السلام وقتی میاد که دیگه تو بین جمع دوستانش حداقل شیعه محترم باشه، دیگه محترم باشه، دیگه قرار نیست مثل امیرالمومنین که به یارانش بگفت بیایم بریم مثلا دشمن حمله کرده، میگفتن علی جان تو اون وقت شناختی، الان زمستونه، حالا بگذار مثلا دو ماه بعد، نمی اومدن. تابستون که میشد حضرت میگفت اینا تو نهج البلاغه است، میفهمید که بیاید بریم دشمن مثلا جمع شده اونجا کمک بدید شما، گفتن علی جان الان وقت درو محصوله، الان ما میخوام محصول رو درو کنیم، بذار یه وقت دیگه. حرف امیرالمومنین محترم نبود، حرف زمین میخورد. وجود مقدس بقیت الله، بقیت الله است، آخرین ذخیره خداست که وقتی میاد که دیگه محترم باشه، حداقل تو بین شیعیان، که دیگه حرفش زمین نخوره. مثل امام مجتبی نخوان یارانش که به ظاهر یار بودن کتبسه حاضر باشن تحویل معاویه بدن او رو. وجود مقدس حضرت اون موقع میاد که انقدر تمرین ولی محوری و احترام به ولی تو جامعه تشیع شده باشه که اون وقت آقا وقتی تشریف بیاره لازم نیست اصرار بکنه، اشاره بکنه شیعیانش با سر میدوند، اشاره بکنه شیعیانش با سر میدوند. برادر بزرگوار، جامعه مهدوی رو یه جای دیگه برای ما نمیارن، یه جامعه از قبل دوخته ای نیست که بیان تنمون کنن، ما خودمون باید میلیمتر میلیمتر سانتیمتر سانتیمتر به سمتش بریم، باید مهیا کنیم به سمتش بریم، از جایی برامون نمیارن. ما باید منتظر، منتظر ماست، ما باید به سمتش بریم. حضرت زهرا سلام الله علیها تو قبرستان، تو ظاهراً احد بوده، داشت بین قبرها میگشت، گریه میکرد، ناله میکرد. وجود مقدس حضرت زهرا، شخصی است به نام ابو عمرو، میگه دیدم وقتی حضرت زهرا تو بین قبرها حرکت کرد یه مقدار گریه و ناله حضرت تمام شد، رفتم جلو گفتم خانم یه سوال ازتون دارم. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که بپرس. عرض کرد که خانم، پدر بزرگوارتون برای بعد از خودش کسی رو خیلی روشن و شفاف و صریح انتخاب کرد یا نکرد برای بعد از خودش؟ حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که من تعجب میکنم، شما مگه روز قدیر نبودی؟ دیگه واضح‌تر از این که دست علی رو گرفت این چنان بلند کرد برای بعد از خودش، این که خیلی واضح بود. ابو هم گفتش که خب خانم
اگه این چنینه که پیغمبر اینجوری علی رو به این شفافی و واضحی برای بعد از خودش انتخاب کرد، فما باله قعد عن حقه، پس چرا علی رفت خونه گرفت نشست؟ چرا خانه نشین شد؟ فما باله قعد عن حقه، خب اگه او امام بود قیام میکرد، چرا رفت نشست؟ وجود مقدس حضرت زهرا جوابی داد که اگر معصوم نباشه این جوابا رو بلد نی، او باید با اون علمش اینجوری جواب بده. فرمود که مثل الامام مثل الکعبه از تؤتا ولا تأتی، امام مثل کعبه میمونه، کعبه رو به سمتش میرن، کعبه رو به سمت کسی نمیارن. شما نگاه کنید اگه کسی بخواد حاجی بشه باید بلند شه هزینه بکنه، زحمت بکشه بره به سمت مکه، خودشو با مسجد الحرام تنظیم بکنه، طواف انجام بده تا حاجی بشه. کعبه رو بلند نمیکنن بیارن دور سرش بچرخونن. برای کسی که میخواد حاجی بشه کعبه رو نمیارن، این باید بلند شه بره. حضرت زهرا فرمود مثل الامام مثل الکعبه، امام مثل کعبه میمونه، همونجور که مردم باید به سمت کعبه برن و خودشونو تنظیم بکنن با او، مردم باید به سمت امام برن. امام نمیاد به سمت مردم، مردم باید به سمت امام برن. و فرق امامت و نبوت همینه. یکی از مهمترین فرقهای امامت و نبوت اینه که نبی میاد به سمت مردم چون میخواد اتمام حجت کنه، چون میخواد پیغام به مردم برسونه، میاد به سمت مردم، ولو مردم گوشاشونو با دست بگیرن نبی باید پیغام رو برسونه، ابلاغ بکنه، این نبیه. اما امام که دیگه برای اتمام حجت، برای پیغام رسانی نمیاد، امام میاد برای اجرای دین، برای تحقق دین. و وقتی میاد برای اجرا و تحقق دین که خود مردم دست بیعت به امام بدن و برن به سمتش بگن آقا تو بیا بر ما حکومت کن، و الا امام که به زور نمیاد تحمیل کنه خودش رو. از این جهت فرمود امام مثل کعبه میمونه، خود مردم باید برن به سمتش. جامعه مهدوی رو خود ما باید میلیمتر میلیمتر سانتیمتر سانتیمتر زمینه سازی کنیم بریم به سمتش. قالب از پیش زده شده نیست، و الا اگه یه قالب از پیش زده شده و جامعه از قبل دوخته بود چرا انقدر تاریخ طول بکشه؟ زمان نوح نبی، زمان پیغمبر تن همه میکردن به زور، ولی زوری نی، خود مردم باید به اون حد از رشد برسن که شیطون رو جواب بکنن، تمدن شیطانی رو جواب بکنن، دیگه نخوان با اون فرهنگ فریب بخورن و تن بدن به تمدن و فرهنگ ولی، ولی الله. همونی که تو دعای افتتاح میخونیم اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تو عز به الاسلام و اهله، خدایا ما تشنه ایم، خدایا ما دیگه سرخورده شدیم از بس فریب بعضی از این اسمها و ایستها و این مکاتب دستساز بشر رو خوردیم و سرمون به سنگ خورده. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، خدایا ما تشنه ایم. تازه تشته هم فقط دیسیم، بعد فراز بعدی میگیم اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، خدایا انقدر تشته ایم که گله هم داریم. این گله یعنی بیچاره شدیم، یعنی مستر شدیم دیگه، یعنی مستر شدیم. وقت اگر این چنین شد عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد، ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست. اگه شیعه حداقل دردمند و مستر بشه، من یجیب المستر اذا دعاه و یکشف السوء، میفرستنش. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، فرج مولامون امام زمان رو هر چه سریعتر، طوری که ما هم بتونیم چشمان گناهکارمون جمال مقدسش رو ببینه، هر چه سریعتر محقق بفرماید. خدای با محمد و آل محمد، ما رو از سربازان و یاوران ولی است در غیبت و ظهورش قرار بده. خدای به محمد و آل محمد، ما رو جوانهای ما رو از فتنه ها، از لغزش های آخر الزمان که شدید میشه، از تیرهای شیطان و اولیای شیطان مسون بدار. به محمد و آل محمد، امام راه شهدا ذوی الحقوق و اهل بیت مشهور بفرما. به محمد و آل محمد، رهبر بزرگوار انقلاب خادمین دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. این شبها و روزهای ایام مبارک نیمه شعبان رو بر همه ما با فرج مولامون امام زمان میمون و مبارک قرار بده. عاقبت همه خط به سعادت و خیر بگردان. شادی دل مطهر امام زمان تعجیل در فرجش، صلوات عنایت بفرمایید.